بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. عرضی سلام و ادب دارم خدمت دوستان و علاقمندان برنامه هدایت نور. خرسند هستم که باز هم با ارائه بخش دیگری از سلسله برنامه های هدایت نور در خدمتتان قرار داریم. موضوع بحث ما در جلسه پیرامون پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در کشورمان است که مهمان من هستند جناب استاد عادلی، عضو منشی شورای اخوت اسلامی و همچنان رئیس فرهنگی حزب حرکت اسلامی افغانستان. جناب استاد سلام بر شما، خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام ارادت دارم خدمت شما، همکاران محترمتان و همینطور بینندگان محترم های عزیز. خب جناب استاد تشکر میکنم بازم از حضورتان در این بحث. میخواستم بپرسم که وقتی که ما صحبت از انقلاب اسلامی در کشورمان میکنیم، جریان اسلامی، حرکت های اسلامی، طبعا حرکت اسلامی یا انقلاب اسلامی در دورانی شکل گرفت که حکومت و نظام کمونیستی در کشور حاکم بود، بعدن هم نظام اسلامی و احزاب و حرکت های اسلامی به خاطر آزادی کشور از اشغال شوروی و سلطه کمونیسم به جهاد مبارزه پرداختند. میخواستم بپرسم که آغاز از این بدبختی در افغانستان، قسمی که هم شما در جریان هستین، از کودتای هفت ثور آغاز شد. میخواستم علل و عوامل با وجود آمدن یا پدیدار شدن کودتای هفت ثور از شما بشنویم. تشکر. من قبل از هر سخنی درود میفرستم بر روح طیبه شهدای مظلوم افغانستان که اینها جانهای شیرینشان را برای احیای ارزش‌های دینی و احیای کلمت الله نثار کردند و در ایران جام شهادت را نوشیدند و زحمات را متحمل شدند که در برابر کفر و الحاد مبارزه کردند و در نتیجه بعد از 14 سال مبارزه و جهاد مقدس و مقاومت، ملت مسلمان افغانستان در برابر یک ابرقدرت پیروز شدند و یک ابرقدرت را به شکست مواجه ساختند و همینطور حکومت وابسته به شوروی سابق در افغانستان را به شکست مواجه نمودند و در 8 ثور 1371 به پیروزی رسیدند. که من 8 ثور سال روز پیروزی جهاد مردم مسلمان افغانستان به خانواده های شهدا و معلولین و همینطور آسیب دیدگان این جنگ 14 ساله و دوران جهاد اسلامی افغانستان و همینطور به همه ملت مسلمان افغانستان تبریک و تهنیت می فرستم و درود و صلوات می فرستم بر روح همه شهدای مظلوم و گمنامی که جانهای شیرینشان نثار این انقلاب و این مبارزه نمودن و در نتیجه و پیروزی رسیدن. خدمتان عرض شود که ایره که همه می دانند که شوروی سابق در آن زمان یک ابر قدرت بود، بالاخره جهان دو قطبی بود، بالاخره ابر قدرت شرق و ابر قدرت غرب و تعبیر هم همی بود. سیاست مدارای اون روز هم تعبیرشی بود که در کشوری که شوروی تجاوز کند و پانه دیگر در برابر از اون مقاومت فایده نداره، مبارزه فایده نداره و در هر کجای از دنیا و هر کشوری که شوروی سابق لشکرکشی نموده و تجاوز نموده، اونا دیگه نتوانستند که آزادیشان و استقلالشان را به دست بیاره. همین تعبیر را بسیار از سیاست مدارا در رابطه با افغانستان داشتند و روزها
شوروی سابق یک آرزوی بسیار بزرگی داشتند، رسیدن به آبهای گرمی هند خدمت شما هر شبه، که تسلطی بر بسیاری از کشورهایی که بالاخره در آسیای میانه بود و همینطور افغانستان به عنوان قلب آسیا و قلب تپنده بسیاری از کشورها، بالاخره اگر موفق به افغانستان میشد و افغانستان در اشغال خود به طور کامل در می آورد، یقینا روسها و شوروی سابق موفقیت پیدا میکرد. و قبل از هم یک سری مسائل حرکت هایی را داشتند در افغانستان، یک سری جریانات و گروه های بودند که گروه های الهادی بودند، مثل خلق و پرچم، که از مدت ها به دینسو اندیشه مارکسیستی را در بین مردم مسلمان افغانستان اینا تبلیغ میکردن و نشر میکردن که نهضت مسلمانان، جوانان مسلمان افغانستان که یاد و خاطره او شهدا هم گرامی باشد، مثل شهید نیازی، عبدالرحمن شهید و بسیاری از بزرگان دیگه که در دوران جهاد حضور داشتند، که یکی از آنها میشه نام برد استاد ربانی شهید که عضو نهضت جوانان مسلمان افغانستان بودند. به هر صورت از اون زمان ها اینا به اصطلاح در بین جوان ها، در دانشگاه ها و در مدارس حتی و در بین توده های مختلف مردم نفوذ پیدا کرده بودند و اندیشه کمونیستی را تبلیغ و ترویج میکردند. و همزمان در دهه چیل، در اخیرای دهه چیل بود دیگه، علمای زیادی هم در برابر اینها استادهی کردند، در منابر، در مساجد، در تکایا اینها تبلیغ میکردند و این ماسکی که روی چهره بعضی از اشخاص و افرادی که تحت عنوان کمونیسم افراد الهاد کار میکردن، اینها رو برمیداشتن و مکاتب و مکتب مارکسیسم و مردم معرفی میکردن و علمای زیادی بودن که خون دل خوردن، یاد و خاطره اونها هم زنده باشد. حضرت آیت الله العظمای واعظ یکی از علمایی بود که با قدرت رسیدن کمونیست ها به شهادت رسید و بردن و شهید کردن. علامه بلخی قبلا به شهادت رسیده بود، نام سید علامه سید اسماعیل بلخی جز شهدایی بود که در این راستا تلاش کردن. جوان های هم بودن، مثلا اسماعیل پاسخ بودن، یک کسی از شهدایی که بله عضو نهضت جوانان مسلمان بودن. استاد شهید عزیز الله مبشر بود و همینطور علمای دیگری بودن که هر کدام اینا احساس مسئولیت میکردن بالاخره برای بیداری افکار مردم و جامعهشان تلاش میکردن. من فکر میکنم که علمای عروض رسالت خود انجام دادن، مخصوصا از دهه چهل و بعد تا دهه پنجا که بعدش هم هفت ثور منجر به سرنگونی و سقوط جمهوریت داوود خان گردید که بعد اونم کشتن و به حساب به قتل رساندن و همینطور کشتار بیرحمانه ای را برای انداختن. بعد از دوران ترکی آمد فرا رسید، در دوران ترکی هم تا دوران ببرک و حفیظ الله امین و اینا جنایات زیاد را مرتکب شدن. شما فکر کنید که در یک هرات حالا تا 24 هزار نفر بالاخره میگن که اونجا قتل عام کردن و گروه های دست جمعی و همینطور گروه های دست جمعی در اکثر ولایت افغانستان بودن، قتل های متعدد را انجام دادن و همینطور علما را دستگیر کردن، اینا را زنده زنده و گور کردن، با بلدوزر چاله میکندن، اینا را داخل چاله ها میگذاشتن و حتی میگفتن در میدان تیراندازی میبردن، صندوق ها را جلوشان میگذاشتن. بالاخره سربازا وقتی که فیر میکردن از پشت صندوق ها صدای الله اکبر شنیده میشد
و هر صورت کشتار خیلی زیادی شد متاسفانه. زخم‌های جدیدی که بعد از 81 به وجود آمد، مردم و زخم‌های کهنه را فراموش کردند. ما یک شعر است از یک شاعری دردمند هموطن ما استاد کاظم کاظمی، خیلی زیبا میگه، میگه هر میوه‌ای که دست رساندیم چوب شد، ما لایق بهار نبودیم خوب شد. متاسفانه خیلی لیاقت جهاد نداشتند، اینها آمدند در صفوف مجاهدین خراب کردند. و الا مجاهدین کسانی بودند که ما میدیدیم اهل نماز شب بود، اهل دعا بود، اهل ذکر بودند. اینها انسانهایی بودند که به جنبه های معنوی توجه داشتند و اینها خیلی با یاد خدا بودن، با ذکر خدا بودن. ما یادیم است در سالهای 66 67 که توفیق پیدا کردیم در جبهات پغمان و سنگلاخت بودیم، در اونجا در باغها وقتی مجاهدین میرفتن به اجازه صاحب باغ میور نمیگرفتن، اینا حلال و حرام رو میفهمیدن، میدانستن، اینطوری که نبودن. متاسفانه بعد از 71 باز همو بقایای رژیم گذشته، مخصوصا حزب خلق و پرچم در یار گلالود کردن، به اصطلاح از این فرصت استفاده کردن. من میخواستم شعر آقای کاظمی در همین چند تا فرد اگه اجازه باشه خدمت شما بخوانم. هر میوه‌ای که دست رساندیم چوب شد، ما لایق بهار نبودیم خوب شد. واقعا خیلی لیاقت و شایستگی جهاد و مبارزه نداشتن. این گیرودار ما و شما در میان را، چون روزه باز کردن پیش از غروب شد. شما ببینید یک نفر میای روزه میگیره، روزه خود می زحمت میکشه، گرسنگی رو تحمل میکنه، بالاخره و همه زحمات هم میکشه، 5 دقیقه به افطار میمونه، 5 دقیقه را حوصله نمیکنه، بعد روزش افطار میکنه میخوره، بعد هم گناه کرده هم روزه خود باطل کرده. جهاد افغانستان برای یک ده همین طوری بود. واقعا آمدن در مرحله اخیر آمدن اشتباهاتی که صورت گرفت. متاسفانه این دستاورد 14 ساله ملت مسلمان افغانستان را بعد فراموشی گرفتن. این گیرودار ما و شما در میان را، چون روز باز کردن پیش از غروب شد. دردا در این میانه درختی که داشتیم قربانی لجوجترین دارکوب شد. این واقعا ایده مثل دارکوب عمل کردن. دارکوب یک پرنده است که به درخت میچسبه، تا او درخت از ریشه خشک نکنه نمیگذاره که از ثمر میگذاره. متاسفانه انقلاب اسلامی افغانستانم با خون شهدا آبیاری شده بود. این درخت تنومندی به نام جهاد مسلمان افغانستان 14 سال که با خون بهترین فرزندان این مردم آبیاری شد، این بعد در نتیجه قربانی همین لجبازی ها و قدرت طلبی های یک عده افراد اشخاصی شد که زحمات همه مجاهدین و شهدایی که واقعا اهداف اونا کلمت الله بود، اونا برای قدرت که مبارزه نکرده بود، برای مبارزه که ما رئیس جمهور شویم یا مثلا خدمت شما هر شب به یک پست و مقام به یک نان و نوای برسیم، ولی جهاد از اونا، مبارزه اونا برای رضای خدا بود، برای اعلای کلمت الله بود. متاسفانه این در اثر همه دخالت های قدرت های بیگانه، اشتباهات سیاست خامی که خودی همه برخی از احزاب ما داشتند و همینطور لجبازی ها و نفوذ دشمنان ما در درون همه نظام، بالاخره حلقات مجاهدین، مجاهدین بدنام کردن. امروز مردم او زخم کنه رو فراموش کرده. امروز زخمای جدید که آمده جایز به الای مردم محاسبه کنه. شما فکر میکنید در یک پول چرخی، یک آمار همینطور حدودن بالاخره که ذکر میشه، میگه که 30,000 نفر در زندان پول چرخی اعدام شده. شما بیاین همین رو محاسبه کنید، 30,000 نفر در یک بیابان آدم وقتی جمع کنه چقدر جمعیته، خیلی جمعیت قابل داشت. وقتی شما فکر کنید در یک کابل این مقدار، بعد در ولایات، در قیام هایی که مثلا ما در سمت پنشیر داشتیم، خدمتتان عرشه، او طرف طرف دریسوف و چارکند و همینطور در نقاط مرکزی غزنی، خدمت شما هرات، در خود کابل قیام هایی که مثل سوم هود و
دوم سرطان و امثال از اینا رخ داد و شهدایی که در اونجا شد در اطراف کابل، در ولایات همین جواری با کابل و همینطور در ولایات دوردست، مثلا ما داریم دیگه در ولایات مختلف شهدای زیاد داریم. در ابتدا ظلم و جنایت کمونیست ها باعث شد که مردم خیزش کنه و انقلاب کنه. چون شما اون سوال را که داشتین، علل و انگیزه هفته ثور که سوال کردین، دولت آنچنان مزنون بود، نه تنها علما که قاریه قرآن، نه تنها قاریه قرآن که حتی آجی، حتی دکانداری که دین داشتن، اینها را جوقه جوقه دسته دسته رای زندان میکردن، اعدامای جمعی صورت میگرفت، مردم ناگزیر شدن، به کوها پناه بردن برای دفاعشان و از طرف هم میدیدن که به ارزش ها و به مقدساتشان توهین میشه، لذا مردم دست به جهاد زدن. در نقاط مختلف افغانستان قیام آغاز شد و همینطور بعدش هم زمینه تجاوزی شوروی در شش جدی خدمت شما عرشه 58 فراهم شد و اینا علنی و رسمی به افغانستان تجاوز کردن و مجاهدین هم مردم مسلمان افغانستان هم دست به قیام زدن و این قیام یه خیزش عمومی مردمی بود و از هیچ جای بالاخره اینها تحریک نشد. اینا برای دفاع از دین و ارزش ها و بالاخره دفاع از ارزش های اسلامی و ملیشان بود. است خب بیننده های عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره در خدمتتون هستیم. عرض سلام مجدد خدمت بیننده های عزیز. خب جناب استاد، بسیار زیبا فرمودین، بسیار به نکاتی بسیار مهم و ظریفی در مبحث انقلاب اسلامی اشاره کردین. میخواستم بپرسم که وقتی که دیده شد که به ارزش های اسلامی توهین صورت میگیره، مردم گروه گروه دسته در سبه زندانه ها و به کشتارگاه ها میبرند، یعنی این گپ به این معناسته که دیگر راهی جز مقاومت و جز جهاد مسلحانه وجود نداره. یعنی کمونیسم یا منطق کمونیسم منطقی صفا و آشتی و سازگاری با ارزش های انسانی نداشت، در برابر از این باید مقاومت و جهاد مسلحانه صورت بگرفت که شد. میخواستم میره بپرسم که امروز هم برخی ها به این باور هستند که میگن 8 ثور و 7 ثور تقریبا دو روی یک سکه هست. یعنی من میخواستم از شما ایرم بشنوم که تا چه حد و اندازه میتونه که گرچه هم 8 ثور و 7 ثور قابل مقایسه با هم نیستند، ولی علی رغم از این هم میخواستم بپرسم که به نظر شما آیا مقایسه کردن 7 ثور با 8 ثور یک مقایسه یا یکی گرفتن از اینا یک ذره خیلی به انصافی و ظالمانه نیست در حق جهاد و مقاومت و مبارزه ملت افغانستان؟ خدمتتون عرض شود که متاسفانه یک مقایسه بسیار نادرست و نابجا. شما ببینید کمونیست ها علاوه بر اینکه ظلم کردن که ما به اون نکات اشاره کردیم، شما بیاین ببینید که دست جمعی گروه گروه مردم بردن. مخصوصا دوران حفیظ یک دوران بسیار خفقانی بود، بالاخره بسیار از خانواده ها را از یک خانواده چند نفر بردن زندان. نه تنها در پایتخت افغانستان قضیه بوده که در ولایات مختلف افغانستان قضیه اتفاق افتاد. یک موضوع که ظلم به حدی در 700 صورت گرفت که آغاز این ظلم و جنایت تهدا بشه، کمونیست ها مخصوصا حزب خلق و پرچم گذاشت. این یک موضوع. موضوع دوم، اینا آمدن به ارزش ها و مقدسات اسلامی ما اهانت کردن، قرآن ها را آتش زدن، از خانه ها کتاب ها را جمع آوری میکردن و بسیاری از
کتاب ها آتیش زده شدند، در مساجد، در مساجد بسته شدند و علمایی که فقط وظیفهش همین امر به معروف نهی کرد بود، علمایی که بندگان خدای بودند که با سیاست کاری نداشتند، در گوشه مسجد نماز میدادند، عبادت میکردند، ذکر خدا را به جا می آوردند، مردم پند و نصحت میکردند، اینا را آمدند دستگیر کردند و زنده زنده به گور کردند. همچو قضایای اتفاق افتاد، لذا مردم برای ای که از دینشان، از ارزش های دینیشان دفاع کرده و او هم به دستور علما، شما ببینید در اکثر این مسائل علما آمدن فتوا دادن، فتوای جهاد دادن، فتوای دفاعی از دین را دادن. شما در مناطق مرکزی در همون ابتدا وقتی قیام شروع شد که یاد و خاطرش هم باز زنده باشه، یک کسی به نام آیت الله سید علی بیشتی مرحوم که بعد یک حکومت مرکزی به وجود از خیلی دعوت کرد و مدت حکومت متاسفانه به نام شورای اتفاق اسلامی که بعد در اثر اختلافات و دخالت بعضی از کشورهای امسایه باعث شد که جنگ های خانمانسوز داخلی برای بیفته، ولی در ابتدا به عنوان یک عالم دینی آمدن فتوا دادن و مردم به فتوای علما عمل کردن، دست به قیام مبارزه زدن. لذا اینطوری بود. بعد آمدن در هشت ثور گیرم که حالا بعضی از احزاب جهادی، بعضی از قدرت طلبا آمدن یک اشتباهی کردن و این اشتباه را نباید ما مقایسه کنیم. هشت ثور روز عزت و افتخار مردم مسلمان افغانستان است، روزی هستند که نه تنها برای افغانستان، هشت ثور که برای جهانیان دیوار برلین و برکت جهاد مسلمان افغانستان شکسته شد و بسیار از کشورهایی که در شکم روسها قرار داشتند و در انحصار روسها بودند، مساجد اونا را تبدیل به سینما ها کرده بود، مثل تاجیکستان و امثال ما. خب حالا مثال ببریم خیلی هم زیاده فراوان است. اینها از قید و اسارت روسها آزاد شد و خیلی ها به آزادی خود رسیدند. اینا از برکت جهاد مردم افغانستان بود. والا آمد مثلا بعضی از افراد اشخاص اشتباه کرد، ولی مردم مسلمان افغانستان یک برای ای که مورد ظلم و تجاوز و جنایت قرار گرفت آمد دفاع کرد، دوم اینا به مقدساتشان اهانت کردند، دست به اسلحه بردن، جهاد کردند، نه تنها اسلحه هم نداشتند، با دست خالی با فریاد الله اکبر بلند شدند و حرکت کردند و یک ابر قدرت را که هیچ کس گمان نمی کرد که کشوری بتواند روسا را به شکست مواجه سازد، شوروی سابقه به بنبست برسند به شکست مواجه سازد، بعد این مردم پابرهنه و مظلوم افغانستان به شکست و این یک افتخار شد. شما ببینید وقتی در الجزایر مجاهدین الجزایر میخواه که انقلاب را بندازه، اونا چی کار میکنه؟ از همه پکول افغانی، از همه لباس افغان به عنوان سمبول مبارزه استفاده میکنه. مجاهدین افغانستان الگو و نمونه است برای حالا درسته بعد از هشت ثور یک سری اشتباهات رخ داد، ولی در دوران 14 سال جهاد در بسیار از کشورهای غربی اروپایی، کشورهای عربی، وقتی افغانیا سفر میکرد، مجاهدین افغانستان سفر میکردن، اینها با احترام با اونها برخورد میکردن، افتخار میکردن و میگفتن که مجاهدین مسلمان افغانستان قهرمانی آفرید با هفت ثور مقام. هفت ثور سیاه ترین دوران تاریخ افغانستان و آغاز اینمی، فعلا هر چی که ما میبینیم نتیجهش از همون جنایات هست که از آغازش از هفت ثور بوده، ولی هشت ثور روز عزت، افتخار، سربلندی مردم افغانستان است. ما به یک احیای هویت اسلامی رسیدیم. ما زمینه حکومت و نظام اسلامی را با هشت ثور فراهم که آیا چقدر موفق بوده یا نبوده، این بحث جدایی هستند. چقدر اشتباهاتی داشته بعض از مجاهدین و الا در غیر از او جهاد افغانستان اینطوری نشده نبوده. متاسفانه ما خیلی به انصافی میشه در جهاد افغانستان فرهنگ بود، اتفاقا کارای فرهنگی میشد، کارای تبلیغاتی میشد، کارای ارزشی میشد، یک دانشگاه بود، یک تعلیمگاه بود که در
این دوران جهاد خیلی ساخته میشد، خیلی از خانواده هایی که می آمدند پابندی به مسائل دینی و اعتقادی آنچنان نبودند، ولی در جهاد پرورش می یافت. ما همین در همین سنگلاخت یادیم است، تنها یادیم است که ما 5 تا نشریه داشتیم در اون دوران، در سال 66 67 که ما اونجا بودیم، به خاطر یک رادیو داشتیم به نام رادیو صدای کابل که مسائل دینی در اونجا گفته میشد، اعتقادی گفته میشد، و همینطور نشریه داشت. حالا مسئله آزادی بیان و نمیدونم حقوق زن اینا رو که میگه، اون زمان یک نشریه داشتیم به نام پیام زن. این توری هم نبوده که مجاهدین افغانستان با فرهنگ بیگانه بوده، نه، کارای فرهنگی میکرد، اتفاقا خیلی کارای اعتقادی میکرد، کارای تربیتی میکرد. لذا ایره ما یک ظلمی سره میدانیم و یک جفا میدانیم به حق همین جهاد و مردم مسلمان افغانستان که بیای 8 ثور با 7 ثور مقایسه کنه. او سیاه ترین روز تاریخ و با افتخار ترین روز تاریخ افغانستان، و 8 ثور جزی از تاریخ افغانستان شده، جزی از افتخارات ملی افغانستان است. بسیار زیاد تشکر میکنم استاد از حضورتان در این بحث. خواهش میکنیم، انشالله موفق باشین. امیدواریم که ما بتوانیم یک تفکیک قائل شویم بین ارزش ها و غیر ارزش ها، بین این که در جامعه ما آنچه که سیاروزی را برای مردم جامعه ما آورده، با آنچه که عزت و افتخار برای ملت مسلمان افغانستان آورده، خدا به ما این قدر شعور، آگاهی و بینش عنایت کنه که ما بتوانیم این موارد را با هم تفکیک کنیم و خوب بد را تشخیص بدهیم و قاطی نکنیم مسائل. خب بیننده های عزیز، موضوع بحث ما در همین جا پایان پذیرفته. امیدوار هستم که از داشته های برنامه، از آنچه که جناب استاد خدمتتان اشاره فرمودن، همه درک کرده باشیم، فهمیده باشیم که ارزش ها را با غیر ارزش ها یکی نگیریم. 7 ثور غل و زنجیر زندان بود، اما 8 ثور کلیدی برای زندان و قفل و آزادی های مردم بود. 7 ثور روزی سیاهی، تاریکی، وحشت و ظلم و استبداد بود، اما 8 ثور روزی پیروزی حق بر باطل، روزی پیروزی خون بر شمشیر، روزی آزادی و افتخار بزرگ و کرامتی برای همه ارزش های انسانی و اسلامی. تا برنامه دیگر، خدا حافظ و نگهدار شما. تهیه شده.